بله، چند روز پیش کارگران پروژه‌ای شاغل در پروژه های مختلف فراخوان به اعتصاب دادند و همونطور که شاهد بودیم روز گذشته اول اردیبهشت با اعلام کمپین 1402 دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب چه بوده؟ همراه هستیم با آقای حسن زمان وزیری تا به این موضوع بپردازیم. ابتدا تصاویری از اعتصاب امروز کارگران رو با هم ببینیم و بعد همراه هستیم با آقای حسن زمان وزیری. خب با سلام و درود خدمت آقای حسن زمان وزیری. همونطور که اشاره شد و حتما در جریان هستید، کارگران نفت و پتروشیمی روز گذشته دست به اعتصاب زدن. میخواستم از شما بپرسم که علت و کم و کیف این اعتصاب چگونه بود؟ منم سلام دارم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود به تمام کارگران که برای احقاق حقوقشان دست به اعتصاب زدن. البته این اعتصاب این کارگران جدید نیست، دارای سابقه هم هست. جهت اطلاع بینندگانتون، در خرداد ماه دو سال گذشته هم به عنوان کمپین 1400 برای دستمزد دست به اعتصاب زدن. کارگران تو اون اعتصاب خواسته های دیگری هم داشتن که با توجه به شرایط کاری من جمله سختی کار، خواهان 20 روز کار و 10 روز استراحت و همچنین افزایش حقوق با در نظر گرفتن آب و هوای مناطقی که در اونجا کار میکردن یا واقعا غیر قابل تحمل بود شده بودن. اما از روز گذشته با اعلام فراخوان از قبل مجددن کمپین 1402 تحت همین عنوان فراخوان داد که کارگرها دست از کار کشیدن و اعتصاب کردن. بنا به اعلام کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، مجموعه هایی که تا این لحظه به اعتصاب پیوستند عبارتند از کارگران شرکت اکسیر صنعت آبادان، کارگران یز، کارگران گچساران، کارگران کیان اسدویه، نیروهای هخامنشی نوروزی و رزخانه یز، پتروشیمی بوشه، پتروپالایش کنگان سایت 3، پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر، کارگران پتروشیمی صدف در فاز 2 اسنویه که امروز کامل تخلیه شد، کارگران فاز پتروپالایش در کنگان، کارگران شرکت LGC دشت عباس و دهروران، پتروشیمی آبادانا اسنویه، پتروشیمی لرلگان و تعداد دیگه هم امروز تا این لحظه گزارش رسیده، ولی بر همین چیزا احتمال اضافه شدن و افزایشش در روزهای آینده خیلی بیشتر میشه. یکی از خواستهای کارگران در این دوره اعتصاب با توجه به نرخ تورم، خواهان 79% افزایش دستمزد هستن. شما نگاه کنید، وقتی میگیم نرخ تورم یعنی پارسال دلاری که بوده تقریبا 35 تومن الان بین 51 تا 53 در نوسانه، یا مثلا مرغی که قبلا پارسال بوده تقریبا حدود 30-35 تومن الان بین 75 تا 110 هزار تومن، تازه اگه با مشکلاتی که بشه تهیه کرد. خود دولت تو همین از دیروز 40% به تمام چیزای خودش اضافه کرده. یعنی این خواستها بر اساس این نرخ تورمی که میگن تازه در حد بخور و نمیره، یعنی این که فقط زنده بمونن. حالا با اون دستمزدی که قبلا میگرفتن فقط 10 روز، 10-12 روز، اینم تو اون شرایط آب و هوایی 60 یا 70 درجه که واقعا غیر قابل تحمله. این گزارشی بود که تا این لحظه خواستم خدمتتون عرض کنم. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. منم ممنونم از اینکه به ما وقت دادید.